بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان به برنامه بینش و پرسش خوش آمدید. ندیم افضلی هستم، میزبان شما در این برنامه. در این برنامه مهمان ما محترم آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان است که از ایشان در مورد مهمترین کارکردهای سال گذشته و پلانهای سال جاری برای رشد و توسعه تجارت افغانستان میپرسم. جناب جواد صاحب، شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. میخوایم از اینجا آغاز بکنم که وزارت صنعت و تجارت تلاش داشت تا افغانستان به چهار راه ترانزیت منطقه‌ای مبدل شود. چقدر به این هدف خود نزدیک شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های عزیز شما در هر کجای صدای ما را میشنوند تقدیم میداریم. ما علیکم السلام. سالهای متمادی است که افغانستان، زمامداران افغانستان اعلام میکردن که ما اراده داریم به این که افغانستان به چهار راه ترانزیت و در منطقه تبدیل شود. تمام حرف ها روی یک صحبت می بود و از بیشتر جنبه عملی را به خود نمی گرفت. خوشبختانه با آمدن تحول در افغانستان و با پیروزی امارات اسلامی افغانستان، امی خواب دیرینه به حقیقت تبدیل شد. امروز ما با چهارراه ترانزیت کشورهای منطقه و جهان تبدیل شدیم. ما تانستیم تا با سهولت هایی که ایجاد کردیم برای سکتور خصوصی خود و همچنان در بخش ترانزیت و ترانسپورت، ما تانستیم تا اموال تجارتی کشورهای مختلف طریق افغانستان ما ترانزیت بکنیم به کشورهای مختلف. ما تانستیم تا کشورهای مانند استرالیا و هندستان، مالزی، فیلیپین، پاکستان، بله، از مسیر پاکستان از طریق افغانستان ترانزیت شد به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای روسیه و همچنان به اروپا و از راه دیگری که از طریق جمهوری اسلامی ایران است همچنان ما تانستیم تا اموال تجارتی کشور هندستان و کشورهای عربی و کشورهای افریقایی را و همچنان کشور ترکیه را از طریق افغانستان ما ترانزیت بکنیم به کشورهای مختلف. و مسئله مهمی که رویش بیشتر کار صورت گرفت همین کوریدور واخان است. ما اراده به این داریم تا با اتمام شدن کار از او که تقریبا در مرحله های آخر جریان داره، قرار داره، ما تصمیم به این داریم تا بتانیم بیشترین تجارت یا ترانزیت کشور چین از طریق افغانستان به جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عربی داشته باشیم و همچنان از مسیری که مسیر افغانستان است با وصل شدن چین به این مسیر نزدیکترین راه برای چین میاثر میشه تا بتانه از طریق افغانستان، از طریق ترانزیت افغانستان اموال خود به کشورهای اروپایی برسانه. بله. بنابراین ما ممو حرفای را که داریم در ابتدای سال گذشته، سال 1402، بله، بسیار خوب. جناب جواد صاحب، سهولت هایی که شما ایجاد کردین، او سهولت ها چی بوده و گام هایی که در این خصوص برداشتین مشخصا کدام گام ها بوده؟ ما در سال 1401، در اواخر سال 1401 و در ابتدای سال 1402 با کشور روسیه مشکلاتی که در گذشته ها ایجاد شده بود که نمیتونستن سکتور خصوصی ما اموال مورد نیاز کشور از اینجا وارد بکنن، صحبت ها کردیم، صورت ها آوردیم با کشورهای که در مسیر هستن، صحبت ها کردیم تا اجازه بدن تا از کشور طریق راه های از اونا اموال مورد نیاز کشور ما ترانزیت شه. ما تانستیم تا خط آهن افغانستان که خیلی مدت به طولش کار صورت گرفته بود اما در طور اساسی فعال نبود، ما تانستیم تا او را فعال بسازیم و کشورهای مختلف اقلام یا کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنیم. همچنان تانستیم تا با 24 ساختن بنادر افغانستان، بله، ما با جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم، با پاکستان صحبت، بله، بکنیم. خوشبختانه تانستیم نظر به نیازمندی که ما داریم با جمهوری اسلامی ایران از 8 ساعت به 16 ساعت بنادر خود، گمرکات خود فعال ساختیم تا تجارت ما هیچگاه معطل نشد. در گذشته در روز و 15 روز معطل نشد. اموال صادراتی و وارداتی ما پشت بنادر دو طرف حال در ظرف یک روز دو روز مشکلشان حل میشه و هم میتونن هم داخل افغانستان شن و هم اقلام صادراتی رو برسنن به کشورهای مختلف. بله. همچنان با پاکستان صحبت کردیم،
بندرگاه‌هایی که با پاکستان داریم از این مجرا ما بتانیم بیشترین صادرات و واردات داشته باشیم، سهولت هایی که مورد نیاز ما با وارد کردن و صادر کردن، و همچنان با یکی که ما چه رقم بتانیم اموال گمرکی خود را بزیدترین قدرت گمرک بکنیم، در چیز صادرات باشه چی واردات. بله، مویر صحبت کردم، خوشبختانه تانستیم جنبه عملی را برازی بسیم، همچنان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و دیگه کشورهایی که در همسایگی با افغانستان با اونا صحبت کردیم، خوشبختانه در مجموع ما تانستیم تا دستاورد مثبت داشته باشیم. از طرف دیگه ما با تمام جهان خواستیم تا ارتباط تجارتی داشته باشیم. ما للحمد در سال 1400 تانستیم با تمام جهان، در استثنای وجود نداره که کدام کشوری باشه ما با تجارت نداشته باشیم. بله، ما خوشبختانه تانستیم با تمام کشورها مواصلت تجارتی داشته باشیم. در هر کشوری که بریم، در هر بازاری که بریم، اقلام یا کالاهای افغانستان در اونجا پیدا میشه، و همچنان در بخش واردات با تمام کشورها صحبت هایی که ما داشتیم تانستیم تا مسئولت ها را ایجاد کنیم و ما اقلام مورد نیاز خود از کشورهای مختلف هر جایی که ما نیاز داشته باشیم وارد افغانستان بکنیم. خوشبختانه در تمام موارد، خصوصا مواد خامی که وارد افغانستان میشد، برای فابریکاتی که در افغانستان در بخش تولیدی کار میکنن تعرفه بالایشان زیاد بود، ما تعرفه را کم کردیم، مثلا 1.5% رساندیم، و ما با این سهولت هایی که آوردیم الحمدلله میتونیم امروز تجارت خود به طور آسان و بدون کدام مشکل پیش بریم. بله جناب جواد صاحب، شما با تجارت با پاکستان اشاره داشتین و در ای چند وقت پیش یک نشست هم در ای رابطه شما داشتین با معین تجارت پاکستان بود. در اون نشست جزئیات از چی قرار است، چی تبادل نظر شد؟ اما گزارشی که رادیو ملی افغانستان نشر کرد نشان داد که در سال 1402 نسبت به سالهای گذشته تجارت با پاکستان کاهش یافته، و این دلیل چی بود؟ ما با نماینده پاکستان که آمده بود روی موارد مختلف موافقه کردیم. مشکل اساسی در این روزهای اخیر تردد لاری های ما بود به کشور پاکستان، که ناو اجازه نمی دادن و گفته بودن که سر از اول ماه می باید تمام موتروان های ما ویزه داشته باشن و با ویزه رفت آمد بکنن. بله، ما با اون را صحبت کردیم، خوشبختانه تفاهم صورت گرفت که برای یک سال انتقال یا رفت آمد موترای ما بدون کدام ویزا و بدون کدام مشکل رفت آمد داشته باشه. بعد از اون صحبت میکنیم همراهشان، اکثر اموال تجارتی که از کشورهای مختلف در کانتینرهای بین‌المللی میامد باید میدادن که ما اونا را انتقال بدیم به کانتینرهای محلی و به داخل افغانستان بریم کالای وارداتی ما را. روی ازی تفاهم شد که بعد از ماه آینده تسهیلات انتقال کالاها از کانتینرهای بین‌المللی به کانتینرهای محلی انتقال پیدا بکنه و بیاریم اونا. توافقنامه افتا که سالهای تمام بود، خصوصا در زمان جمهوریت هم اونا با موافقه رسیده بودن و اپدیت کرده بودن. سر از اون ما کار کردیم، دوباره اپدیت کردیم که تو بندش نمانده، انشاءالله تا یکی دو ماه دیگه با اون مشکل هم حل میشه، امضا میشه. همچنان در ده قلم ما با اونا صحبت کردیم، در ده قلم صادراتی یا تجارتی فیصله به این شد که 8 قلم عادی محصولات زراعتی می باشد و قلم عادی هم صنعتی می باشد. این تجهیزات گمرکی از دو طرف داده می شد و کالا و مسائل مختلفی بود که صحبت کردیم. امضای پاکستان الحمدلله به توافق رسیدیم. در مورد از اینکه شما گفتین که کاهش پیدا کرده بود تجارت ما با پاکستان، دلیل عمده و اساسی از طرف خود پاکستان بود. پاکستان با مشکلاتی که ایجاد کرده بود برای افغانستان در گذرگاه ها، بله، چون جمع هموطنان ما شاهد هستند چندین مرتبه در سال گذشته گذرگاه ها را به چندین روز، حتی تا 15 روز کم بیش اونا محدود کردن. بیشترین صدمه را خود بخش تجارت پاکستان دید، چون ما اراده ای که داریم به این صادرات ما و واردات ما دوام داشته باشه، ما در راه های بدیل کار کرده بودیم. بله، با خوشبختانه نتیجه مثبت گرفتیم، ما تانستیم تجارت خود را دوام بدیم. و ما با امیدوار به هیچ هستم که پاکستان من بعد، بله، نه برای ما مشکل جور کنه، نه برای خود مشکل جور کنه و تجارت ما ادامه داشته باشه. در صورت یک مشکل دیگه چای مثلا من هم به ملت ما ضرر وارد میشه، هم به ملت از اونا، هم به تجار ما، هم به تجار از اونا. بنابراین ما از طرف خود در اونا اطمینان دادیم، در موارد ما موافقه کردیم، حتی زغال سنگ ما کاهش پیدا کرده. بله، بود خیلی زیاد صادراتش به پاکستان رو از یام صحبت کردیم، به نرخ جهانی برتان ما میتیم،
صورت گرفت و ما میخواهیم که با هیچ کشور مشکل تجارتی نداشته باشیم، چون کشورهای مختلف نیازمند کالاهای افغانستان است و ما نیازمند کالاهای کشورهای مختلف هستیم. بنابراین دو طرف با بدون در نظر داشت مسائل سیاسی تجارت از مسائل سیاسی جدا بکنند و بله. کار بار ما ادامه داشته باشه که الحمدلله تا جایی به توافق رسید. بله. تعهد پاکستان در این نشست با امضای مجدد توافق ابتا که پیشتر شما اشاره کردین چیگونه دیدین؟ آیا از این امیدواری ها وجود داره که مرز بند نشه و موترهای تجاران دو طرف مرز گیر نکنه و زیان به این طرفی وارد نشه؟ تعهد پاکستان شما چطور دیدین؟ ما از طرف خود اطمینان دادیم برای از اونا، ما با چیزی که میگیم بنابرای قوانین اسلامی که وقتی انسان بعدا میتر بله. با او جنبه عملی باید بسه، ما برشان اطمینان دادیم که آنچه که ما میگیم در روشنی قانون اسلامی ما برای پابند هستیم و ما با هیچ نوع مشکل ایجاد نمیکنیم. دیده شده که پاکستان گرچ بر ما اطمینان دادن که ما مشکل ایجاد نمیکنیم، دیده شده که چقدر اونا به این مسئله جنبه عملی میتن و ما امیدوار به این هستیم که دچار مشکل در آینده نشیم. بله. در کنار از این درباره کاهش تعرفه گمرکی آیا صحبت هایی شده؟ بله، ما صحبت کردیم که 10 قلم اموال صادراتی از جمله 8 قلمش محصولات زراعتی و 2 قلمش تولیدات صنعتی افغانستان است. ما با اونا صحبت کردیم، اکثر موارد مانند سمت و میوه های تازه، میوه های خوش، محصولات زراعتی و بعضی چیزایی که دو طرف صحبت کردیم تا تعرفه بالا از اینا کم شه و ما بتونیم هر دو طرف از او استفاده بکنه، خصوصا ملت ما، ملت که 40 سال ما در جنگ هستیم و توانایی خود ما، حتی کسایی که خود امروز در نظام فعلی وزیر و معین اینا میگیرن توانایی بله. ندارن، چه خاصه به ملت ما. ما را کوشش کردیم تا از این مجرا به ملت ما نفع برسه و اقلامی که ما از این طرف وارد میکنیم از طرف از اینا به دسترس همه هموطنان ما به قیمت پایین تر قرار بگیرن. بنابراین بعد اقلام ما توافق کردیم که تعرفه های گمرکی بله بسیار خوب. یک پرسش دیگه میخوام در این مورد داشته باشم از شما که در سال 2023 میلادی توافق همکاری مشترک ترانزیتی با افغانستان با ازبکستان به امضا رسید و پس از این امضا پاکستان هم تمایل نشان داد تا این توافقش تمدید شود با افغانستان. شما آیا در این مورد صحبتهایی هم داشتین در این نشست؟ آیا تمدید شد توافق ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان؟ بله، خوشبختانه توافق صورت گرفت که ما بتانیم اموال تجارتی پاکستان با ازبکستان و از ازبکستان به ایران به پاکستان برسانیم و روی مثلا تفاهم صورت گرفت و ما ازبکستان هم قرارداد دو جانبه داشتیم، هم قرارداد سه جانبه که پاکستان بود به این دخیل بود، هم چند جانبه که از مجرای مختلف ما بتانیم از خود خاک ازبکستان با اقلام که مورد نیاز خود ما در داخل افغانستان برای هم وطنه ما استفاده بکنیم از کشورهای مختلف، چون ازبکستان راهش نسبت به دیگر کشورها برای ما نزدیکتر بله. میشه. بله. الحمدلله دیگه هم به توافق رسید. بسیار خوب. و افغانستان در سال گذشته بیشترین تجارت با کدام کشور داشت؟ ما در سال گذشته بیشترین تجارت با کشورهایی که داشتیم، ده کشور عمده و اساسی که ما با اونا تجارت داشتیم، من جمله پاکستان، هندوستان، چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی و ترکیه. با این کشورها ما الحمدلله تجارت ما بیشترین تجارت ما با این کشورها بوده و با تمام کشورها ما تجارت داشتیم، اما بیشترین صادرات و واردات ما از این کشورها بود. بله بسیار خوب. از بندر چابهار چقدر استفاده صورت میگیره؟ ما مشکلاتی که با پاکستان پیش آمده بود، خوشبختانه ما تونستیم از بندر چابهار استفاده بکنیم. به قرارات مراد با مسئولین جمهوری اسلامی ایران ما صحبت ها داشتیم، توافق صورت گرفت که زمینی که ما اجاره ما سکتور خصوصی ما نیاز دارند در بندر چابهار یا یک منطقه آزاد بر افغانستان، اونا بتن ما بتانیم از اونا استفاده بکنیم بر صادرات و واردات و الحمدلله با سهولت هایی که ایجاد شد و با موافقت نامه هایی که بین دو طرف صورت گرفت، لله الحمد تجارت ما بیشتر تقریبا در سال 1402 بیشتر از 2 میلیارد دلار شده بود. بله. ما اکثر اقلام وارداتی خود ما تانستیم از کشورهای مختلف مثل ترکیه و عراق و کشورهای عربی و از خاک جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان بکنیم و همچنان صادرات ما از این مجرا شود. ما بیشتر تانستیم از بندر چابهار استفاده از امیر دستان 1402 بریم. بسیار زیاد تشکر جناب جواد صاحب. وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم. شنونده های محترم، پس از میان برنامه کوتاه بحث خود ادامه میدیم.
ماه رمضان ماه مهمانی خداوند است و روزهای آن با روزهای دیگر سال تفاوت زیادی دارد. ماه مبارک رمضان ماه امتحان الهی است، ماه سرنهادن و تسلیم، ماه از خود گذشتن و دل بریدن از غرایز نفسانی، ماه تمرین گناه نکردن، ماه تمرین استغفار و توبه کردن و شایسته و لایق مهمانی سفره خاص الهی شدن. این به ما بستگی دارد که خوبی ها را از رمضان بیاموزیم و در روزهای دیگر سال استفاده کنیم. خداوند رحمان در ماه مبارک رمضان سفره به وسعت تمام آسمان ها و زمین می گستراند و بندگانش را به سوی خود فرا می خواند. آنان که از عشق الهی سرشار هستند دعوت او را لبیک می گویند و بر سر سفرهش می نشینند. این بندگان مهمان خدا هستند و برای آنها هیچ لذت بالاتر از این نیست که با معبود خیش هم نشین باشند. مواد مخدر مایه فساد است. فساد را باید برداشت تا دیگران اصلاح شوند. هر انسان عاقل این معنا را تصدیق دارد که باید برای نجات جوانان کشور با این پدیده منحوس و نامبارک مبارزه صورت گیرد. ترک اعتیاد ترک بدبختی ها است. ترک زندگی با ذلت و خاری و سلام دوباره به زندگی با عزت و افتخار. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و صحی است که عوارض ناشی از آن تهدید جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد. بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. دوباره خوش آمدین شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان. بحث خود ادامه میتیم در مورد کارکردها و پلانهای سال جاری وزارت صنعت و تجارت با محترم آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، که ایشان از روی خط تلفن با ما وصل هستند. جناب جواد صاحب، به ادامه صحبت های خود میخوایم بپردازیم به اینکه آیا وزارت صنعت و تجارت به دلیل از اینکه شما هم پیشتر اشاره به داشتین وقتی که مرز پاکستان به روی افغانستان یعنی دو طرف بسته شد شما جستجوی بدیل شدین، یعنی افغانستان یا وزارت صنعت و تجارت آیا میخواهد که مسیرهای بدیل جستجو بکنه یا هر مسیر از خود اهمیت و جایگاه خاص خود داره؟ ما جستجو کردن راه های بدیل به این معنی نیست ما با کشور دیگری مراوده تجارتی نداشته باشیم بنابرای خود بند بکنیم. این به این معنی نیست، چون ما یک کشوری هستیم که چهار طرف انتهای ما اکثرا خصوصا جمهوری اسلامی ایران و کشور جمهوری پاکستان اینا هر دوشان به بحر وصل هستند و ما نیاز داریم تا از طریق بحر زیارت خود به کشورهای مختلف داشته باشیم. بنابراین ما در جستجو راه های بدیل بودیم و فعلا هم هستیم تا ما بتانیم تجارت خود دوام بدیم. اگر فردای با یک کشور ما رنجش خاطر پیدا میشه ما بتانیم از راه های بدیلی که به تجارت خود مد نظر گرفتیم استفاده بکنیم. در گذشته ها وقت بنادر یا گذرگاه هایی با پاکستان داریم بله. مزید میشد مستقیما روی اقلامی که در داخل بازار افغانستان بود، کالاهایی که مورد نیاز افغانستان بود که متا اتومات بالا میرفت. خوشبختانه در سالی که گذشت، در سال 14 بود، با وجود بند شدن چندین مرتبه گذرگاه هایی با پاکستان داریم، لله الحمد هیچی نوه، حتی یک افغانی هم تاثیر روی اقلام مورد نیاز هموطنان ما به خاطر از این که ما پالیسی داریم، به این پالیسی خود ما توانستیم از راه های بدیل استفاده بکنیم و برای اشباع سازی بازارهای خود از راه های بدیل استفاده کردیم و لله الحمد توانستیم تا
امو نیازمندی های هموطنهای ما را از راه های بدیل مرخوب استاد. بله بسیار خوب. در سال 2023 ترکیه خواستار ایجاد اتاق مشترک تجارت میان افغانستان و ترکیه شده بود. ای آیا در حد شعار مطبوعاتی بود یا ای رفته رفته جامعه عمل خواهد پوشید؟ ما همیشه صحبتایی که میکنیم بعد از این که اطمینان پیدا میکنیم روی موارد مختلف بعد از این موارد اعلام میکنیم و ما نمیخواییم که خاک و چشم ملت ما بپاشیم و اعلامیه های میان بیهی باشه. بله. ما با ترکیه صحبت ها تقریبا فاینل بگویم شده و ما به دیترین فرصتی اتاق مشترک جور میکنیم و در آینده های نزدیک در حدود یک ماه دو ماه بعد یک نمایشگاه هم در ترکیه داریم و انشاءالله در تجاره ما هموطنهای عزیز ما اشتراک میکنن و ما میخواییم تا با کشورهای منطقه و تمام کشورها و اتاقهای مشترک داشته باشیم تا در صورت نیازمندی چی در بخش مثبت باشه چی منفی ما نشستای داشته باشیم ببینیم دید و دید با یکی دیگه خود داشته باشیم و نگذاریم که بازارهای ما متضرر شده باشن از بعد اقلام مورد نیاز است. ما میخواییم که اکثر کشور ترکیه نیازمند اقلام صادراتی ما هست، خصوصا در بخش زغالسنگ. بله. خیلی تمایل پیدا کرده و ما میخواییم تا اتاق مشترک به زیدترین پرس بیجاد شد و ما بتانیم از این مجرا استفاده از امیر ببریم با آنچه که مورد نیاز ما سخت ترکیه و قیمت مناسب در بازارهای ما بتانیم وارد بکنیم و همچنان اقلام کنا مورد نیازشان از اقلام تولیدی زراعتی افغانستان است در بازارشان بتانن به وجه احسن از افغانستان انتقال بدن. بله بسیار خوب. یعنی تا حالی اتاق ایجاد نشده و پلانها روی جریان دارد تا ایجاد شود. در مورد نمایشگاه محصولات داخلی افغانستان گفتین چند نمایشگاه محصولات داخلی افغانستان در کشورهای بیرونی برگزار شد در سال 1402؟ ما نمایشگاهی داشتیم در کشور هندوستان، دوبار نمایشگاه ایجاد شد که در افغانستان مقام اول گرفت. در کشور چین نمایشگاهی ایجاد شد در سال گذشته که هموطنهای عزیز ما اشتراک کردن، تجارای محترم ما اشتراک کردن، خصوصا در بخش زراعت و علل خصوص انار افغانستان در اونجا مقام اول گرفت. مخواهد ویدیوی کلیپ صدراعظم چین دیدم وقتی که از انار افغانستان استفاده کرد، خودش اقرار به این کرد که بار اول است با این طعم و با این لذت انار میخوره. به این معنا که الحمدلله در بخش زراعت هم ما از کیفیت و از نمور کمیت که هست خوبی برخوردار هستیم. بله. ما در نمایشگاه هایی که در ترکمنستان و در کشورهای مختلف دیگه ایجاد شده بود هم وطنان محترم فعال داشتن، خصوصا بانوان محترم 15 شرکت از بانوان محترم در نمایشگاه در ترکمنستان ایجاد شده بود. بله. شراک کرده بودن سواد خوب داشتن و همچنان 13 نمایشگاه هایی که ما در سال گذشته در داخل افغانستان ترتیب داده بودیم با برگزار شده بود. در این الحمدلله تواضع خود داشتیم و ما برای سال پیش رو هم تقریبا یک تقویم برای نمایشگاه ها درست کردیم که انشاءالله کوشش روی ازی میکنیم تا بکشون های مختلف خصوصا در بخش نمایشگاه های خارجی دید و دیدهای داشته باشیم و ما بتانیم تا افلام افغانستان در بازار در نمایشگاه های دینا به نمایش بگذاریم. بله بسیار خوب. جناب جواد صاحب، نمایشگاه که برگزار میشه، هدف و عمده اساسی نمایشگاه یکی نمایش محصولات با کیفیت افغانستان به جهانیان است و دیگر جلب سرمایه گذاری که سرمایه گذاران دعوت شوند و علاقمندی پیدا بکنند در افغانستان بیان سرمایه گذاری بکنند. در این خصوص چقدر تلاش صورت گرفته و چقدر جلب شده سرمایه گذاران تا علاقمندی نشان دادن بیان به افغانستان و سرمایه گذاری بکنند؟ ما الحمدلله تانستیم تا جلب سرمایه گذاران خارجی را در سال 1402 بیشتر داشته باشیم. ما در سال در ابتدای سال 1402 ما یک عدد که ایجاد کردیم در میدان هوایی کابل برای سهولت آوردن برای اون او در تجارای خارجی که میخواندن در افغانستان سرمایه گذاری بکنن، چون اکثر کشورها نمایندگی های فعال ما در اونجا نداریم. وقتی کسی میخواد از بیرون از افغانستان بیاد در افغانستان سرمایه گذاری بکنه دچار مشکل میشدن و سرگردان میشدن، به کشورهای مختلف مراجعه میکردن تا نمایندگی ما اونا ویزا بگیرن بیان. ما خوشبختانه به خاطر جلب بیشتر سرمایه گذاران خارجی یک دست که در میدان هوایی ایجاد کردیم در میدان هوایی کابل، زمانی که میخواد یک سرمایه گذار خارجی بیاد به افغانستان با دعوتنامه یک از طریق وزارت محترم خارجه ما با اونا روان میکنیم و یک شرکت داخلی اونا رو برای ما معرفی میکنه و ضمانت میکنه. ما برشان بعضی اسناد روان میکنیم، وقتی که اونا با اسناد دوست داشته خود در میدان هوایی کابل میان حضور
پیدا میکنن در دست 5 دقیقه مونده نماینده های وزارت صنعت تجارت در میدان هوایی بله. از ما ویزا میده و ما تانستیم از این طریق تقریبا در حدود بیشتر از 400 سرمایه گذار در سال گذشته ما جلب بکنیم و بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنیم. همچنین از مجراهای مختلفی که سرمایه گذاران در افغانستان آمدن ما تانستیم تا جلب سرمایه گذاری بیشتر در بخش صنعت، در بخش زراعت، در بخش معادن داشته باشیم و الحمدلله تواضع خوبی داشتیم. بله بسیار خوب. جناب جواد صاحب، چند فابریکی صنعتی در افغانستان اکنون فعال است و فعالیت دارد؟ الحمدلله بیشتر از 5.5 هزار فابریکات صنعتی در افغانستان فعلا فعالیت دارند، در بخش های مختلف فعالیت دارند که ما هم در صادرات داریم هم تولیدات خود داخل افغانستان تا جایی که واقع هستند. الحمد تمام فابریکات ما توسعه مثبتی دارند در داخل افغانستان. بله بسیار خوب. به عنوان آخرین پرسش، اگر صحبت‌های خود بیام جمع‌بندی بکنیم، پلان‌های وزارت صنعت و تجارت بر سال جاری 1403 چی است و چقدر پلان از سال 1402 است که در امسال باید تطبیق شود؟ ما برنامه‌های مایی است که ما بتانیم پیرامون جلب سرمایه بیشتر در افغانستان سهولت‌ها ایجاد بکنیم، خصوصا و سرمایه گذارهای ما که از بیرون از کشورهای مختلف میان در افغانستان، و برای اونا بتانیم زمین توزیع بکنیم، ما بتانیم برای اونا سهولت بریم تا ماشینری و فابریکات خود انتقال بتن بیارن در داخل افغانستان. ما برای اونا ما اعلان کردیم که 5 سال ما برای اونا مافیات میدیم، ما برای اونا زمین میدیم، ما برای اونا زمینه کار برای ما ساخت میکنیم. ما انشاءالله برنامه های خیلی وسیع دیگه داریم که یک تا کار کرده و با هموطنان عزیز خود بازور اعلام. بله بسیار زیاد تشکر از شما محترم آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، از اینکه فرصتتان در اختیار ما گذاشتین و کارکردهای یک سال گذشتتان با ما و شنونده های عزیز در میان گذاشتین. تشکر از شما که بر ما وقت دادین تا لحظه با هموطنان عزیز خود باشیم و از جریان های تجارتی اونا را در جریان بگذاریم. و تشکر از شما شنونده های محترم رادیو ملی افغانستان که تا لحظات برنامه بینش و پرسش را شنیدید. تا برنامه بعد شما را به خداوند یکتا و به همتا امانت می‌سپارم. وقتتان بخیر.